جازه از همینی که بهتون گفتم، یه چیزی اینجا سر جای خودش نیست، پیمانه رو نمی نوشن. این کلمه نوشیدن رو ما بهش میگیم قرینه مجاز. قرینه یعنی یه نشانه یا علامت. اینجا آفتاب شد قرینه، آفتاب که سر نداره. اینجا نوشیده ام شد قرینه، پیمانه رو که نمی نوشن. پس قرینه اون علامت یا نشانه‌ای که ما میفهمیم یه کلمه‌ای در معنای واقعی خودش به کار نرفته. علاقه بعدی علاقه سببیه، علت چیزی جانشین اون میشه. دیدم نفسم در نمی آید و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند. این هیزم تره. نفسم در نمی آید منظورش اینه که نمیتونم حرف بزنم، سخنانم تأثیر خودش رو از دست داده. پس نفس در اینجا مجاز از سخن گفتنه و چون علت سخن گفتن نفس کشیدنه، یعنی شما باید نفس بکشید تا بتونید حرف بزنید، این جانشینی شده بهش می علاقه سببیه. علاقه لازمیه، چیزی به دلیل همراهی همیشگی همراه چیز دیگر بیاید. مثلا این هم خیلی مهمه، تو تستا ازش زیاد میاد. قصد خون خلق کرده ای، تو تستا داریم، بازم بهش برمیخوریم. یا میگه به قصد خون من آمد. مشخصه که در اینجا خون مجاز از کشتنه و در معنای غیر واقعی خودش به کار رفته. علاقه عالیه از آلت و ابزار میاد، ابزار جانشینش میشه. تو مرد زبان نیستی، گوش باش. زبان ابزار سخن گفتن، میگه تو مرد سخن گفتن نیستی، بشنو. گوش در اینجا ابزار شنیدنه. قرینش گو مرد زبان بودن یعنی چی؟ آخه آدم که نباید گوش باشه، آدم باید شنوا باشه. پس گوش در معنی غیر واقعی خودش و زبان در معنی غیر واقعی خودش اومده. شاید یه سوال براتون پیش بیاد، مثلا گوش نمیتونه علاقه جزئیه باشه؟ در این مورد هم صحبت میکنیم، یکی از قوانین رو براتون میگم، به سوالتون جواب داده میشه. علاقه جنسیه، جنس یک چیز به جای خودش میاد. آهن بر سرم زد. آهن یعنی چی؟ آهن یک جنسیته، آهن رو که نمیتونن بر سرت بزنن. یه چیزی بوده از جنس آهن که به سرت خورده، حالا پتکی بوده، هر چی بوده، اونجوری معنا میده. پس آهن رو که به سر نمیزنن، این به سر زدن میشه قرینه که شما بفهمید آهن در معنی غیر واقعی خودش اومده. آن که جان بخشید و ایمان خاک را. خاک مجاز از انسانیه که جنسش از خاکه، وگرنه به خاک که جان نمیبخشن، به خاک ایمان نمیبخشن، اما به انسانی که از جنس خاکه میشه ایمان و جان بخشید. اما علاقه شباهت همان استاره مصرحه است که بعدا به تفصیل در موردش صحبت میکنیم. فقط شما در اینجا بدونید که اگر یک چیزی در معنای واقعی خودش نیومد و اون چیز یک کلمه بود یا مجاز یاستار، اگر رابطه بین معنی واقعی کلمه و معنی مجازی کلمه شباهت بود میشه استعاره، اگر نبود میشه انواع مجاز، انواع دیگرش که دیگه اصلا مهم نیست چه نوعی. پس استعاره مصرحه همون مجاز به علاقه شباهت. علاقه شباهت یعنی چی؟ یعنی ربط بین معنی واقعی و مجازی شباهت، شبیه بودنه. یه مثال میزنم، میگه بتی دارم. شاعر که بت نداره، اصلا بت داشتن یعنی چی؟ منظورش معشوق دیگه. بت معنی واقعیش میشه اون شیء مثلا گلی سنگی، معنی مجازیش میشه معشوق. این خواسته بگی معشوق من مانند بت زیبا و پرستیدنیه، پس داره شباهت برقرار میکنه. معنی واقعی رو نیاورده، شباهت رو آورده، میشه استعاره مصرحه. پس هر استعاره مصرحه خودش یک مجازه، منتها مجاز به علاقه شباهت. تکلیف چیه تو کنکور؟ تکلیف اینه که شما استعاره رو، سیستمش رو از مجاز جدا بگیرید. هرچند یک نوع مجازه اما جدا بگیرید. اون سوالی که شما از من پرسیدین و من جوابش رو اینجا بهتون میگم، یک کلمه میتونه بیش از یک نوع مجاز داشته باشه و از این جهت خیلی اشکالی نمیگیریم. مجاز رو نباید با کنایه اشتباه بگیریم. کنایه معنای غیر حقیقی مد نظره، اما در مجاز ما کلمه داریم، در کنایه عبارت داریم. مثلا وقتی میگیم هنوز از دهن بوی شیر آیدش، میگیم بوی شیر از دهان آمدن کنایه از خامی و بی تجربگی. بوی شیر از دهان آمدن همش با هم میشه کنایه، بو یا شیر یا دهن نمیشه کنایه. از دهن بوی شیر آمدن با هم یک عبارت، کنایه از فلان چیز.
از چشم افتادن، نه چشم نه افتادن، از چشم افتادن با هم یه عبارت و یه کنایه. به تعداد بی‌نهایت هم میتونیم مجاز داشته باشیم. علاقه‌های مجاز هم مخصوص بچه های انسانیه که گفتیم. و بریم سراغ جمله معلوم و مجهول. تفاوت بین جمله معلوم و مجهول مشخص بودن یا مشخص نبودن نهاده یا فاعل. تکرار میکنم، دقت کنید، نکته کنکوری توشه. تفاوت بین جمله معلوم و مجهول مشخص بودن و نبودن فاعل یا نهاده. نگفتن داشتن یا نداشتن فاعل. مگر میشه اصلا امکان نداره جمله ای باشه در تمام زبانهای دنیا که این جمله نهاد نداشته باشه؟ اصلا ما جمله بدون نهاد نداریم. جمله متکی و مبتنی بر فعله و فعل یعنی اینکه کاری انجام شده. اون کار از